آشپز ما هم صبر خبرم ته خراب است. شکر ده خراب. استا لمړی زالو چې په خبرم ته ګډون کړو. راو پیل. خو ډیر خو. ته زیات حرام په خبرونه کې او خبرې دې نه کولې خندا فاصله نه پستا استا په مخ کې نه لیدل کېده همدارنګ زمونږ د دوران ویل چې استا پوښلې کې د تور خط باندې لیکل شوی چې خندا مانه ده. نه تور خط خدای نه کې زه د خبرونه ته لول زلته شرغله په ټول عمر کې دا اول دفعه شما چې کار شروع کوي غږی کې لګ خامخ له ول تاسو نه لوز کې سړی انډر پرشر باندې خو چې کار می شروع کوي بیا ورو پورم لږ شو کله چې دا تصویر باکس پاس سره موږ ولاړو دا هغه سات ته ډیر ور خطا وي او دا دی ویل چې دا په دې کې به څه شي دا لاره فکر کا او سور باکس ستا په لاس کې چې به دې کې خاله چې زما په لاس کې خوای یم مټن پکې یا می فیش پکې یا می چکن پکې دا آسان آسان یا می داسې سبزی پکې مختلف سبزی لکه کرام او دا نور دا بینډۍ او بامیا او بلا بچا څه فکر کوي استاد د همین احمدی سره مقابله وه دا به ګټون کوي که هغه دوه ځلې نور هم میدانونه ګټلې دي دا خو د نظرونو نه پته لګېږي چې څومره یو سړی تجربه لري او ټرسټ ولري کوالټي ولري هغه خپله حل وایي چې یاره کوم به تا ته کوم کار ډیر مهم چې په هغه باندې به تا کار کوو فوکس به د په هغه باندې و ډیر مهم دغه د بانجاني سیا و نه بانجاني سیا نه څه شی جوړول درته ډیر مهم و شیرني جوړول ته څه جوړول نه په خود د بانجاني سیا جوړول ډیر مهم یعنی په درې وړو خوړو کې ستا مهم فکر همدا و چې بعد څرنګه ته دای لول جوړ شي ډیره مننه ډیره مننه ستانه چې خپل کې ګډون وکړ خوشحال سي خير سي صحيح تقول تمام خب همون جان احمدي بازم به برنامه خوش آمدي البته برنامه سي اميد ارزمان دستم که از برنامه موفق به در بیای و لقب آشپز طلایی را از آن خود بسازی چی فکر میکنی که امروز البته خودت با روال برنامه مکمل آشنا بودی وقتی که امروز به برنامه آمدی چی فکر میکنی که در بین بکس سرخ چی باشه خب تشکر اول از همه از خود شما و از برنامه شما و که برنامه زیبایی چون شما در پیش رو گرفتین بسیار یک برنامه زیباست و برای من گفتم هر چی که می بود در بک سرخ عادی بود برای من هیچ کدام مشکل نبود و دیگه چیز خیلی نبود یعنی تو کدام حدس هم نمی زدی که باید در بک سرخ یا گوش باشه؟ برای من گفتم هیچ چیز هر چی که باشه بتفاوت خب خودت با دو آشپز دیگه هم رقابت کردی کار ای آشپز در مقابل خودت چطور بود؟ کارهای زور چی ارزی بود؟ خب بد نبود دیگر نظر داوراست دیگر چیزی که داوراست کده باشد امروز بانجان بود ولی بسیار مشکل بود که از تلخی بانجان شیرنی باب بسازی بله شیرنی که حداقل بتانه نظریه داورا رو مثبت بسازه در مقابل غذایی بله خودت چی فکر میکردی؟ کدام نکته مهمه در سر راید بود که باید امور خود مشکستاندی و امور شیرنی بابا آماده می ساختی؟ سوال خوب کردی چون باید ما اول که ما هر غذا را تهیه می کنیم ایر مد نظر داشته باشیم که به صحت مفید باشه و ما مسئله صحتش و ربان بسجوش می سرزی که ما یک چاکلیت می خواستیم جور کنیم طبعا بانجانسی ها یک تلخی از خود می داشته باشه به با اولی هاست ما یک ذره چاکلیت از این چی رو زیاد کردیم و اصلا خود چاکلیت میوی خشک بود در اون ما زردک و سیب هم استفاده کردیم به خاطر که همون ذائقه بانجان سیاه همون تلخیش گم شد نگه از دو دیگه نمی فهم دیگه چرا خود چی فکر میکنی که خودت برند نمیشی یا آشپز محمد صابر؟ حالا حتی نمیتونم میگه چیزی که دوره میخورم خدمت کرده باشه ما رازیستی کلا مشکل نداریم خب تشکر بسیار زیاد از خودت موفق باشی تشکر خب بیننده های عزیز شما نظریات داورانم شنیدین و نظریات علاقمندان برنامه را شنیدین و شنیدین که کدام علاقمند ما کدام آشپز را تایید میکنه و شما صحبت های هر دو آشپز ما را شنیدین در ماشاءالله هر دوشون بسیار دلیر بودن و یکی نام حراس نداشتن از کار یکی در جریان کار یکشان بسیار با چهره خشن و دیگرشان اندک خشن بودن فرق نمیکنه البته در جریان کار هر کس مصروف کارش میباشه خوش میکنه کار خود بسیار خوبی انجام بده ای که چی کس برنده است حال وقت زمین رسیده که به شما معرفی بکنه و برنده هست بیننده های عزیز دارسایبا نمراتشان با بسیار خوبی به یردو آشپز ما دادن و کوشش کردن تا از قضاوت خوبه در قسمت کارهای یردو آشپز ما کار بگیرن
که چه کس برنده است شما هم رای دادین و کوشش کردین تا آشپز طلایی را انتخاب بکنین و یا کس را انتخاب بکنین تا شایستگی لقب آشپز طلایی را داشته باشه. برنده هست آشپز همایون احمدی، دو بار برنده شده. اگه بار سوم برنده شه لقب آشپز طلایی از آن خود کنید، در آینده چی کار خواهد کرد؟ باز دیگه کس میشی که به تمام جهان شناخته میشی، تمام مردم خودت میشناسن و از خودت توقع میره که باید کارهای خوبتر و بهتر بکنی. چی کارهای را خواهد کرد؟ خب کار را که تبال در پیش روی داشتم برای ادامه میتونم و اگر دوست ما برنده شوام میتونست که ما این برنامه را که از برنامه اندی کب چوام یا نبرم بیخی از این منصرف شوام نه، بلکه چون امی مسلک ماست و همه چیز را که انتخاب کرده به می ادامه میتونم و کنم مشکل هم. تشکر بسیار زیاد. آشپز محمد صابر، تو چه فکر کنی؟ که چیر تو گرتون کشی؟ و دلدون که خبرون لپاره با تو چه کارو که چه عملگی بنیسی؟ زیبا رادمی فکر در پر انو را تیاری نسیم انشاءالله و کوشش با کم سیدن مقابله او گتم او خپل دست روز رو لقب چطا تو ورکولگی دست روز رو آشپز دا بگتی تا یا آشپز تلیی چورتا انشاءالله کوشش خوزم این داده طور زده مفقیت غوارمه و دوستای عزیز برنده هست دوستان ما اشاره میکنیم اگه زودتر بگوین که بفهمیم که چی کسی برنده است و قلبی اردو آشپز ما بازم مثل که بالای سر بکس سرخ استاد بودن آله هم قلبشان در ضربان است کوشش میکنن بفهمن که کدامشان آشپز طلایی است و کدامشان برنده است. خب تمام دوستا با چک چک آمادگی گرفتن. برنده هست همین احمدی، تشکر از خودت که در برنامه شروع کردی. بسیار زیاد تشکر وستانم ډیره مننه چې خبرونه ترغلې الهمندیم چې بیا هم موفقه اوسئ. دوستای عزیز برنده هست آشپز محمد صابر. برنده هست آشپز محمد صابر. بیننده های عزیز، شما برنامه ها را تماشا کردین. برنامه های ما بسیار اساس شدن و شما تماشا کردین که هر آشپز مه آشپز دیگر مغلوب نیستازن و کوشش میکنه راه پیدا بکنه تا لقب آشپز طلایی را از آن خود بکنه. پس شما هم کوشش بکنین در برنامه اشتراک بکنین و لقب آشپز طلایی را از آن خود بسازین و با جهان نشان بدین که افغانستان هم میتونه که غذاهای مختلف استاندارد را به شما پیش کنه و شما هم میتونین ولو از طبقه ناز باشه و یا ذکور که در برنامه اشتراک بکنین لقب آشپز طلایی را و یا آشپز بانوی طلایی را از آن خود بسازید. ما منتظر شما هستیم. و این هم رای ارسال شده از طرف علاقمندان برنامه به هر دو آشپز ماهر. این هم نمراتی که از طرف داوران برنامه برای این هر دو آشپز در نظر گرفته شده بود. السلام علیکم، تو صابر خان یو ورزل بیا تاسو خبرونه کې سا خلم یو ځل مخ کرا غلم اوس باندې تاسو ته یو بیا خو خاړه په خاوم او د دې نم چې دا چکن گارلیک فرایډ کنټینټل دشته اوس په آمادگی به شروع. دادا یو چرګا تقریبا یو کیلو یو چرګ مکمل چرګا ده. دیکه چکم کار شاینا مسالونا استفاده خلو آقا داغا دی چه دو چمچ داغا اوڑو ساده اوڑی چکم دی دری چمچ داغا ارد نخود او یو چمچ دا تور مرچ چنائی مالگا تقریبا یو چمچا زیره پودر نیمه چمچ او دا ارد سخاری چکم دی دو چمچ یا دو نیم چمچ دا خراج دیور سرا او ساده مالګه چې کومه ده حسب ضرورت چې څومره لګیږي تقریبا نیمه چمچ یې لږ ور خوږه او د رنگ دپاره دا زیړ رنگ ده تقریبا داسې چیوالا چمچ نه داسې نیمه چمچ وړه چمچ باندې او سور مرچ ده تقریبا یو چمچ خو پر واچوئ او لږ ور سیوا معمولي شان او په اخر کې درې یا څلور پلایا د هوږې چې میده شي او دې کې ولوي. گران ولیدین کوز بده دې مثالو او دې ډش نه
قاعده چکم و کار به شروع کو اول خو لگ دلتا ابوا چو چه دا مثال هر سو واخد جذب کی دوام دے کے دو چمچ اڑو دریم چکم دا داسی برابر چمچ درے داغ دن خود اڑو اس پسی مسالہ دور مرچ تقریبا داسی چمچ غٹا دا نیمہ چمچ اور دا یو چمچ چنائی مالگا زیرہ پاوڈر یو چمچ آر دی سخاری درے چمچ دیکھیں مالگا سادہ مالگا